من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چند شنبه در خدمت شما دوستان عزیز. تمنم کنم خدمتتون عرض بکنم که در همین ابتدای برنامه برای اینکه دوستان اعتراض کرده بودن گفتن عکس رو اول برنامه بگیم ما فرصت داشته باشیم بیایم تراوش بکنیم در واقع برای بخش نتورک ایجاد، عکس رو از همین اول برنامه تقدیم حضور دوستان علاقمندان میکنم. یکی از ارکان اصلی برنامه رو که برخلاف تصور شما من نیستم، اینام نیستن، اجازه بدین یکی از ارکان برنامه رو در واقع سوژه عکس این هفته بکنیم. اجازه بدین گرفتم یکی از ارکان اصلی برنامه رو برای سوژه گرفتم، ببینم چند نفر نشستن پای برنامه ها. این برنامه به عشق شما براد. 3 2 اجازه بدین صورتی یک برو ببینم چی میشه. خب این از این، اما تمنام کنم، اما در برنامه این هفته میخوایم راجع به یه خبر صحبت بکنیم که بنده رو به شخصه در هفته گذشته به کلی فکر فرو برد، چال کرد بنده رو در کلی فکر. خدمتتون عرض بکنم که در گرگان یک قطار، از این قطار کوچولو ها بهش میگن اتوبوس قطاری، یه تعداد کمتری مسافر جا میگیره توش، مثلا 70-80 نفر از ریل خارج شده، ولی شکر خودمون 70-80 نفر همه سالم هستن و هیچ اتفاقی واسه شون نیفتاده. اما رفتن دلیل خارج شدن قطار از ریل رو بررسی کردن، دیدن دزدان عزیز پیچ ریل قطار می دزد. این همه پیچ هست تو این مملکت، جاهای هر جا بری تو یه پیچ هست واسه دزدیدن، پیچ ریل قطار رو دزدیدی. خب از این اینجا قطار رد میشه، مسافر تو اون قطار است، آدمیزاد راه میرن نفس میکشن، کلی خانواده چشم به راهشونن، بدرقهشون کردن، میخوان برن استقبالش. خب میخوای پیچو باز کنی، یه چند دقیقه هم فکر کن که جون چند نفر آدم رو هم ممکنه در معرض خطر قرار بدی دیگه. همینجا پیچو باز کن باز کن قطار داریم، باز چیو داری باز میکنی؟ و قبلنا دزدا رضا مارمولک بود، میگفت ما مثلا حلال و حروم سرمون میشه. یه ماجرای دیگه بود، دزد رفته بود خونه یکی، دیده بود پول نداره، روزش خرابه، کی پولش رو درآورده بود، مثلا پول داره بود، گفته بود بیا اینو بگی واسه این هفته، ولی این وضع زندگی نمیشه. چوشه کلا این اتفاق نمیدونم والله چه جوری شده، ما اصلا دیگه یک لحظه هم حتی داریم یه کاری رو انجام میدیم فکر نمیکنیم به عواقبش. خب آقا میخوای دزدی کنی، این برو تیر چراغ برق، آقا تیر چراغ برق برو بالا پیچ میچشو واکن که حداکثرش اینه که تیره میفته دیگه، تلفات جانی نداره دیگه، برق قطع میشه دیگه، حالا اکثرش برنامه چند شنبه رو نمیبینن که من واقعا مشکل ندارم. نه اجازه بدین، نه دارم الان که دارم فکر میکنم میگم دارم، مشکل دارم به شدت. اجازه بدین یه فکری بکنم ببینم چه چیزی رو میتونم براتون، البته میگم دزدی کار بدیه ها، ولی کلا یه کار، اگه میخواین یه کاری انجام بدین یه کار خیری هم باشه، مثلا جون چند نفرم نجات بدین با این کار. مثلا بال هواپیما رو دیدین، اون یه پیچای درشتی زیرش داره، اونا هم قیمتش بالاتره، هم گنده‌تره، هم شاید مثلا کمیاب‌تر هم باشه چون مال به هر حال هواپیما. اونا مثلا اگر برین اونا رو باز بکنید دیگه جون چند نفرم نجات دادین دیگه، 50-50 نیست وقتی مثلا پرواز می‌کنن دیگه، هواپیما از آشیانه که میاد بیرون بالا میفته دیگه، میرن تای بار یه باند یه دور میزنن دیگه به هر میگردن میان اتفاق نمیفته. شما پیچاتونو دارین، اینا هم سالم، همه نرسیدن به مقصد. فقط نکنید آخ، قربونتون برم من، خواهش میکنم. کلا درام کردن یه کار خیلی سختی، من نمیدونم چجوری این کارا رو میکنم، ولی بچه‌ها به علاوه خیلی زحمتکش هستن و ما جانم دستمال کد باید بیرون باشه از دلم، فکر کردم بعد کارگردان عزیزمون که امشب تولدش هم هست، خواهش میکنم این دستماله میاد بیرون، مجسمه نیست که گذاشته باشم اینجا تکونه. خدمتتون عرض بکنم حالا راجع به دزدی صحبت کردیم که حالا به هر حال کار پسندیده‌ای نیست، اجازه بدین راجع به یه موضوع دیگه هم کاملا در واقع کنار این موضوع خیلی عجین با این موضوع صحبت بکنم. حریم خصوصی در واقع یه محلیه که شما کارهای خصوصی و کارهایی که مربوط به خودتون هست رو انجام میدید. برای مثال مثلا اتاق خواب، کمد لباس، دیگه نمیدونم موبایل، کامپیوتر، حساب بانکی، مثلا دستمال توی جیب کت، جوراب، دیگه لباس زیر، خود لباس رو، در واقع اصلا کلا تمام اینها، حموم گرفتن، دیگه نمیدونم
ریش زدن، موسه شوار کشیدن، دیگه خدمتتون عرض کنم موهای زیر بغل رو تمیز کردن و زدن، اینا همه مسائل مربوط به فرد هست، کارهای شخصی هست که در حریم شخصیش انجام میده و اگه کسی دخالت بکنه در واقع خیلی بی‌تربیته، حتی اگه تولدش باشه. اما خدمتتون عرض بکنم که اما نکته مهم اینجا اینه که شما اگه احیانا این کارهای شخصی که الان من خدمتتون عرض کردم رو وردارید ببرید مثلا توی یک فضای عمومی، در یک محل عمومی، در انظار عمومی انجام بدین، دیگه خیلی شرایط فرق میکنه. مثلا شما فرض بگیرید یک نفر وسط میدان نقش جهان یا ونک داره موهای زیر بغل رو میزنه، بعد ملت خب مسلما عکس العمل نشون میدن دیگه، یا فیلم میگیرن یا عکس میگیرن یا با گوجه فرنگی و خیار میزننش یا فوشش میدن اینا، دیگه این نمیتونه برگرده بگه ولم کنید موهای زیر بغل خودمه و این حریم شخصی منه، میخوام با تیغ بزنمش. نه نمیتونی قربونت برم من، این دیگه حریم شخصی تو نیست، حریم شخصی تو آوردی تو حلقوم مردم، در واقع الان موهای زیر بغل تو حلقوم در واقع مردمه و این کار درستی نیست و میتونه عکس العمل های در واقع متفاوتی رو به دنبال داشته باشه. حالا این قضیه دقیقاً به عینه در شبکه های اجتماعی هم مصداق داره. خدمتتون عرض بکنم که برای مثال اتفاق زیاد، این اتفاق زیاد افتاده و زیادم راجع به صحبت کردم، اینکه شبکه‌های اجتماعی اصلا معروفن به اینکه ناقض حریم شخصی ان. چرا؟ چون اون موقعی که بودو 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 مثلا میری صفحه فیسبوک میخوام باز کن بعد برم صفحه الکسیس، باز کن بعد اونجوری که مثلا با عجله دارین درست میکنین یه صفحه اولش میاد یه تیک بعد اون گوشه بزنید بعد اوکی کنید، اونجا کلا همونجاست که قرارداد امضا کردید، اونجا نوشته که من با تمامی مفاد این قرارداد موافقم تیک و اوکی. اونجا چی نوشته تو اون قرارداد؟ اینجا که کلا هر چی عکس، فیلم، مطلب، نوشته، اطلاعات شخصی، غیر شخصی اینجا دارید دیگه مالک شما نیستید و اونا میتونن به هر نحوی که میخوان ازش استفاده کنن. برای همینم هم هی اصرار میکنن که نذارید فیلماتون، عکساتون یا چیزایی رو که نمیخواین به دست افراد مختلف برسه یا توی اینترنت در دسترس همگان باشه اینجا پست نکنید. حالا چرا من دارم راجع به این نکته صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه در فصل گذشته ما وقتی که داشتیم راجع به هنرمندان و اینکه چقدر ما قدردان زحمت این هنرمندان کشورمون هستیم و برای همین اصلا محلشون نمیذاریم و سراغشون نمیریم که حمایتشون بکنیم صحبت میکردیم و میگفتیم در عوض هنرمندان بزرگی رو میریم حمایت میکنیم که به راحتی میتونن مثلا این حرکات هنری رو انجام بدن. خونه دوستم و این حرکات قشنگ و هنری و در واقع فلسفی رو که انجام میدن میریم اونها رو در واقع حمایت میکنیم، یه سه تا ویدیو نشون داریم. اول از همه یه اشاره بکنم، ما هیچ وقت در برنامه فیزیک یا ظاهر فردی رو مسخره نمیکنیم، این کار احمقانه ترین و سخیفانه ترین نوع شوخی و طنز هست که ظاهر یک نفر رو یا ایراد فیزیکی یک نفر رو مسخره کرد بکنه کسی. طنز میتونه در رابطه اتفاق، خبر، موضوع صحبت کردن، ماجرا و مسائل مختلف باشه، خیلی هم جالبه، ولی ظاهر و فیزیک افراد رو به هیچ عنوان نباید باهاش شوخی کرد. حالا خدمتتون عرض بکنم از این قضیه بگذریم، ما این ویدیو رو پخش کردیم و گفتیم که این دوستان به خاطر فعالیت‌های کاملا بشر دوستانه و خیرخواهانه هنریشون ما حمایتشون می‌کنیم. این برنامه تمام شد، یکی از همین دوستان، یعنی از این سه ویدیویی که ما نشون دادیم، اون وسطی اسمشون هم نمیگم چون ما اینجا سعی میکنیم مثلا مردم رو در واقع از اطلاعات مربوطه کاملا مطلع بکنیم. هی تعداد فالوورهای دوست از هفته گذشته تا الان الکسیس تگزاس و ساشا گریک 120 هزار نفر دیگه بهشون اضافه شدن، بچه‌هایی هم که نمیشناختم. حالا خدمتتون عرض بکنم که تماس گرفتن یکی از همین دوستان وسطی و گفتن که الو شما حریم خصوصی منو، شما دست برد زدین به حریم خصوصی من، شما اجازه نه. گفتم خانم عزیز حریم خصوصی، حریم خصوصی اومدن توی اتاق خوابتون فیلمو برداشتن، مثلا این فیلم توی اینترنت هست، بیشتر از 2 میلیون نفر همین رو باشه، من دوستای صمیمی من بودم، من خودم این ویدیو رو برای دوستای صمیمی خودم که توی صفحه اینستاگرام من بودن پست کرده بودم. من و دوستای صمیمیم که همه 178,000 نفرن داشتیم با هم دیگه اون یکی دختره رو که ویدیوی قبلی من بود و مسخره میکردیم، چون من خدمت رو عرض بکنم 7-8-10 تا صفحه دارم بر علیه اون یکی و
توی اون صفحه ها به اون فوش میدم. بعد ایشون ویدیویی که من برای مسخره کردنی اون گزارش بودم رو برداشتم توی صفحه اینستاگرام خودشون که از من بیشتر فالوور داشت پست کرد، اونا اومدن به من فوش دادن، اونا اومدن آبروی من رو بریدن حریم خصوصی. من گفتم خانم عزیز حریم خصوصی حریم خصوصی توی اگر اومده بودن کامپیوترتون رو پسوردش رو برداشته بودن و این فیلم رو که از توی کامپیوتر شما بوده برداشته بودن میشد دزدی و حریم. شما خودتون پستش کردین دوست صمیمی که 170,000-180,000 نفر نمیشه، میشه 10 نفر 20 نفر، حالا دیگه محمد رضا گلزار باشه 200 نفر دیگه، بیشتر از این که نمیدونه دیگه دوست صمیمی نیست. شما یه چیزی رو پست، من حریم خصوصی من تو به خدمتتون عرض بکنم که و به هر حال حالا موضوع این بود که حالا اصل قضیه اینجا بود که ایشون اوشون رو داشتن مسخره میکردن با این ویدیو که همه جاشون عملیه، حالا اوشون فقط دماغشون عملی بود، ایشون کلن تابلوی سردر اتاق عمل بودن و خدمتون نشون. این نکته جالب اینجاست که چقدر حسودی و چقدر چشم و همچشمی و چقدر رقابت بیدلیل و بیمنطق در زمینه فعالیت‌های کاملا هنری در بین دوستان در جریانه و چقدر قشنگ ما حمایت میکنیم و چقدر خواهش میکنم تمنا میکنم. بخش شیخ و مریدان یا همین پندگونه این هفته کاملا با موضوع حریم خصوصی منو اون چه شاید در اومدش که به من حسودی می خدمتون عرض بکنم در همین باب زحمت کشتن ساختن به اتفاق تیم انیمیشن فارسی وان که واقعا دستشون درد نکنه و ببینیم با هم. حکایت است روزی شیخ و مریدانش در حال مکاشفه در اینستاگرام بودند که شیخ پس از برقراری ارتباط ذهنی مریدان را گفت هی گایز، اینا از حسادت منده پرده گوش میانیشان را عمل زیبایی کنندی. نگاه کن، این همه جاش را عمل کرده، چشاش هم که لنزه. اون وقت ما با این سر و هیکل اورجینال فقط 200K فالوئر داریم. آره این که مثل ما بیسیکلی خوشگل نیست، باید 7 قلم آرایش بکنه تا بشه تازه نگاش کرد. دوموری هانی جون، الان ما هم یه ویدیو میسازیم مسخرش میکنیم تا چشش دراد. مریدان چون چنین دیدند جامه ها دریدند و خشتک ها فتادند و سر بر ای وای وایرلس آنتن نمیدندندی هم از که قضیه کنسل شد برگشتن کل. حالا من خدمت رو عرض بکنم راجع به تبعات ناشی از تعدی و تجاوز به حریم خصوصی هنو واسهتون نگفتم که چه مشکلات و موزلاتی رو بله ای بابا آقا بیا ما اصلا دستمال رو گذاشتیم جیبمون. تولد مردم یعنی بیچاره میکنه. حالا خدمت رو عرض بکنم که حالا یکی از دوستانم اشاره کرده بود که شما گفتین سخیفانه در بخش قبلی و این کلمه وجود نداره. من واقعا تشکر میکنم از اینکه پارسی رو اینقدر دوستان پاس میدارن. من حالا بعضی از کلمات همینجوری دیگه به هر حال از خودم میسازم، اشکال نداره، شما به پارسی بودن خودتون پاس بدارید و من رو ببخشید. ما در قبلا هم یه برنامه دیگه اشاره کرده بودیم متنفرانه، دوباره دوستان گفته بودن متنفرانه. ببینید من حالا به هر حال میدونم تا کلاس پنجم کتاب ادبیات رو خوندم و میدونم که اینا وجود نداره. همینجوری دیگه حالا الکی یه چیزایی میگیم، شما ببخشید به بزرگواری خودتون. حالا دوستان مشکلات و مسائل زیادی ناشی هست از همین حریم خصوصی و در واقع احترام نذاشتن به حریم خصوصی دیگران. من دوتا مثال براتون زنده میزنم اینجا در نظر بگیرید که چه مشکلاتی رو ممکنه ایجاد بکنه. یکیش آقای امینخواه، یکی از بازیگرهای کشورمون که یه فیلمی رو با مشارکت روسیه ساخته بودن، بعد اتفاقی من دورانی که تعطیلات بودیم دیدم که روی صفحه اینستاگرامشون ایشون یک پستی رو گذاشتن و نوشتن خبر اکران فیلم اوشون، یعنی ایشون ببخشید، در شبکه خبر روسیه.
بعد اون زیر مجری خبرم نوشته بود breaking news معمولا مال زلزله بود سیل و سونامی و ایناست. گفتم خبر فیلمو من بعد متوجه شدیم که این در واقع یه اپلیکیشن موبایل هست. شما مثلا عکس خودت رو در و دیوار و اینا مثلا میذاری ملت یا مثلا جورج کلونی عکس شما رو مجله دارن اینا رو در واقع درست میکنید واسه خودتون. اینم یکی از همین اپلیکیشن ها بوده، اسم اپلیکیشن ها رو تازه پاک نکرده بودن. برای همین مثلا ما به شوخی گفتیم که چرا ایشون بدون اینکه اشاره کنن که یه اپلیکیشن و واقعی نیست، همچین اطلاع رسانی رو کرده بودن. دیگه دوستانم زحمت کشیده بودن، اسید پاشان اینترنتی و کلا همچین حمایت لازمه رو کرده بودن از موضوع. ایشون تماس گرفتن با بنده و گفتن که این اتفاق به خاطر این افتاده که یکی از دوستانشون بدون اجازه موبایل ایشون رو برداشتن و یه عکسی رو که یکی به شوخی درست کرده بود و فرستاده رو توی صفحه ایشون پست کردن و این مطلب رو گذاشتن و این مشکلات رو برای ایشون ایجاد کردن که حالا ما بعداً این پست رو هم پاک کردیم و ایشون هم این مسئله رو روشن کردن. فقط در نظر داشته باشید موبایل یه نفر، عکسای خصوصیش، اینستاگرامش مال شما نیست که هرچی دلت میخواد میری پست میکنی. قربونت برم، کار زشته، تبعات بدی داره عزیزم، زشته. بعد خدمتتون عرض می‌کنم یه مورد دیگه هم چند وقت پیش اتفاق افتاد. بود حامد عدادی، بسکتبالیست خوب ملی پوش کشورمون، یکی دیگه از دوستان من نمیدونم این دوستا رو کجا پیدا میکنن. دشمن خونی رو اگر مثلا بیارن باهاش زندگی بکنن تو خونه، باز مشکلات و مسائل و ضرر کمتری باهاشون روبرو میشه. این دوستان عزیز محبت کردن موبایل ایشون رو هم یه جوری بلند کرده بودن، رفته بودن رو صفحه اینستاگرام ایشون، یه دونه پست سیاه گذاشته بودن و نوشته بودن حامد حدادی به کما رفته، براش دعا کنید. آخه این چه کاریه با ملی پوش کشور میکنی؟ آخه این شوخیه؟ این خنده و بخندی اینا خنده داره، آخه خجالت بکش از اون لنگای درازه. این کارا چیه میکنین؟ اینا شوخی نیست که. ضربه زدن به روحیه و احساسات مردم شوخی نیست قربون دارم، شوخی یه چیز دیگه است. بیا من بهت میگم. یه مژده رو خدمت علاقمندان سریال های کیفیت بالای بین المللی بدم که قرار از هفته دیگه سریالی رو در فارسیبان شروع بکنیم که جزو بهترین سریال های دنیا به حساب میاد. برای من هم یکی از سریال های مورد علاقمه و داستان فوق العاده زیبا و قوی داره. بازیگرای بسیار بزرگی در این سریال بازی کردن و محصول کمپانی HBO هست. اسم سریال تودورز یا تودور هاست و داستان زندگی هنری هشتم هست که چندین بار قصد دارن که ازدواج بکنن و مشکلات و مسائل زیادی رو هم برای خودشون، هم برای کشور، هم برای کلیسا به وجود. داستان بسیار قشنگیه و من توصیه میکنم اگر واقعا دنبال سریال های کیفیت بالا و درجه یک دنیا هستین، این یکی از بهترین سریال های دنیاست. حتما تماشا کنید، حتما. جاناتان ریس میرز در نقش هنری هشتم، سام نیل، کالم بلو، هنری کابل، هنری چرنی، ناتالی دورمر، ماریا دویل کندی، نیک دانینگ و جرمی نورتهم به کارگردانی مایکل هرست. رسیدیم به بخش مهمون برنامه این هفته، اما قبل از که بریم سراغ مهمون اجازه بدید من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. من از دوران کودکی عاشق تبلیغات لابلای فیلم‌ها و سریال‌ها بودم، لابلای موزیک ویدیوهایی که مثلا از MTV، این کالکشنایی که میومد ویدیوها، تیپ‌های انقدی این هوا مثلا در واقع می‌ذاشتیم مثلا نگاه می‌کردیم، اون کارهای زشتی می‌کردیم. ما برای چی اصلا ویدیو داشتیم می‌خونیم؟ اما خدمتتون عرض بکنم این تبلیغاتی که پخش می‌شد برای من ارزشش و باحالیش و جذابیتش از تمام فیلم و سریال و ویدیو کلیپ ها
بیشتر بود. مطمئنم خیلی نظرشون با من یکیه. یه تعدادی از این تبلیغات رو با هم ببینیم. Wasn't sized for a standard lens. That's why the Lumix FX35 has a 25mm ultra wide angle lens and 4x zoom to fit everything in. Panasonic. 1895, Bolton, England. Joseph William Foster created the world's first running spike. This legacy of performance lives on today in the Vector. Spend your life in the wings. Tons of pressure has molded a thin glass surface which the light will cross without any color distortion. Behind this millimeter, 10 engineers have worked for 3 years through 35 development phases, more than 100 computer simulations producing between 30 to 50 million luminous rays and 100 gigabytes of data. A millimeter subjected to 1,000 hours of extreme climate conditions in temperatures from minus 40 to plus 70 degrees Celsius, as well as multiple vibration tests. Just to ensure the red from this rear light is clearly visible to the human eye 1 kilometer away and completely distinguishable from all others at a distance of 200 meters. But this is just 1 millimeter, 1 Audi millimeter. دیدین؟ مهمون این هفته ما مغز متفکر پشت تمامی این تبلیغات، به اضافه این که در سال 2000 هم کاندید دریافت جایزه اسکار شده برای فیلم کوتاهی که ساخته بود، مهدی نوروزیان. خیلی خوش اومدید. در خدمت شما هستم. خب مهدی جان، خیلی خوش اومدی، خیلی افتخار دادی و ممنونم. دمت گرم که اومدی. شما لطف دارین، قربونت برم. من البته کلار رو برنمیدارین تو استودیو؟ کلار متاسفانه، بعد عذر میخوام اگر اشکالی هست برمیدارم. ولی نه نه نه، اتفاقا ما مهمون با کلا داشتیم قبلا، مهمونای با کلای ما علی آذرمی بوده که معرفی حضورتون است، بهزاد بلور بوده که فکر می‌کنم حمام هم ایشون با کلاه داشت می‌برن. ایشون یک از دوستای صمیمی منن. بهزاد میگید یا علی؟ بله بله، علی هم شریک من، خیلی دوستش دارم، ولی بهزاد اجبار داره اون کلاه رو بپوشه به خاطر اینکه نزدیک 12 سال پیش اون کلاه رو من سرش گذاشتم.
کلاه واقعی رو دارین میگین یا کلاه دیگه گوشین سرش؟ کاملا سال نو بود. آها. خب اونم ممکنه. سال نو بود و اومده بود خونه من، خیلی از موش راضی نبود، هی این بر میکرد اون بر میکرد، به روزم که میگم به روز بهزاد خوب میشناسی، بعد انقدر اذیتمون کرد من یه کلاه از لس آنجلس آورده بودم خودم میپوشیدم گذاشتم رو سرش، این خوش تو آینه نگاه کرد اصلا باورش نمیشد که چه ترانسفورمیشنی داشت، چه قیافه‌ای گرفت. از اون موقع هم که خودتون میدونید که جلو دور کلاه رو از سرش بر نداشت، در واقع کلاهی که مهدی نوروزیان سر بهزاد بلور گذاشته هیچ کس نتونست سر بهزاد بلور برداره. چه جالبه، ما کلاه هم چه کلاه بذاریم چه کلاه برداریم در واقع یه بلا رو سر طرف آوردیم. همون چسبای قدیمی ایرانی هم استفاده کردم که امکان نداره دیگه تکون نخوره. سیریش چی بهش میگفتم اون موقع؟ سیریش. سیریش. خب مهدی جان، من که کلی هم ارادت دارم خدمتتون. قربان شما. مختصری راجع به خودت صحبت کن با من که مردم هم به نوعی با تو آشنا بشن. راجع به چی؟ راجع به کارم؟ راجع به خودت بگو اصلا. مهدی نوروزیان کیه؟ مهدی نوروزیان کسیه که از 40 سال پیش اومد لندن بره هنر بخونه. من نباش بودم اولش. رفتم جلو نقاشیامون 3-4 سال تا 4 سال لیسانس گرفتم. بعد یواش یواش متوجه شدم که هم از این کار دوست دارم و هم یه کارهای عجیب غریبی میکردم که خودم نمیدونستم. هنوز کار اولیه فیلم دارم شروع میکنم. بعد رفتم یه هنرستان بعدی که فوق لیسانس بود. بعد اونجا خیلی متوجه شدم که دارم صحنه درست میکنم با آب و صدا و بو. این یه کالای خیلی عجیب غریب. اولین بار بود که متوجه شدم که من دارم فیلم میسازم بدون که خودم بدونم. واسه اینکه 6 ماه طول میکشه این کارا رو درست بکنم. بعد مجبور بودم که واسه نمایشگاهی بود که در واقع میشه گفت نمایشگاه سالونه بود، یعنی آره نمایشی ما میدادیم، بعضی نقاشی کرده بودم میذاشتن، کار من عیناً یه صحنه بود، میومدین اون تو نور و صدا این چیزا بود، ولی خب اونا نقاشیش بعد از نمایش داشتن هنوز، من بعد خراب میکردم میرفت، چون که یه چیزی دستم بود از خود کالج هم خواهش کردن که من این دوربین بدن که لاغه اینو یه ثبتی بکنم. بعد برای اولین بار من نتیجه‌اش دیدم، رو اون اساس متوجه شدم که واقعا کاری که من دارم میکنم بعد خیلی عاشقشم که خودم نمیدونستم فیلم سازیه. نتیجه کاری که من اولین بار دیدم گفتم دیگه دندون پزشکی رو بذاریم کنار. دندون پزشکی رو بذاریم کنار. In the refreshment of the shower, your skin does something amazing. It blooms, opening up to the unique nutrient formula that new Vaseline Healthy Body Wash provides. Now, visibly healthy skin starts in the shower. Break with Johnson's Baby Shampoo. And because it's so mild and leaves no residue, you can rediscover its natural shine. There's shine, then there's Johnson's Baby Shampoo Shine. Mercedes-Benz Summer Love Event is here. Yeah.
خوند دکترا؟ بله. دکترای فیلم سازی؟ نمیدونم ماستر میشه، نمیدونم اینجا میشه دکتراش. کارشناسی ارشد میشه. یعنی ببخشید. اشکال نداره. دکتر نیستی به هر حال؟ نه. من گفتم از اول من گفتم دکتر نمیخواستم بشم. دکتر بی خودی نگو، مادرت رو خوشحال نگو دکتر نشو. باشه چش. اما کی چون من این نکته رو خدمت بیننده‌های عزیز بگم، حالا علاوه بر تبلیغات مختلف که مهدی کار کرده، فیلم سینمایی هم ساخته. دو تا فیلم سینمایی شاخص داره، یکیش فکر می‌کنم کیلینگ جو، بله، فیلم کوتاهه، بله، که کاندید جایزه اسکار هم شده. بله. There are two kinds of women, right? Cock teaser and cock pleaser. کاندید جایزه اسکار شده در سال 2000 این فیلم کوتاه به عنوان بهترین فیلم کوتاه، ولی برنده نشده متاسفانه. و دومین فیلمش فیلم بلند بود، لئو، اگر اشتباه لئو ما آتیم دیگه Leo. My name is Leopold Bloom, and my life began long before I was born. Paul's been seeing Ben with one of his students, carrying on. My father and my sister died the day I was born. Sometimes the end of a story can only be found in the beginning. Hello. اول وارد فیلم سازی شدی یا وارد کار تبلیغات؟ من همیشه فیلم می ساختم، یعنی اول دوم حساب نمی شد. منم کارهایی که من انجام می دادم واسه بازار تبلیغات و بازار میوزیک ویدیو خیلی راحت تر بود که اینا رو قبول بکنم. خیلی کارهای تصویری، خیلی کارهای یه ذره عجیب غریب که به درد اون موقع به درد سینما بری یه فیلم یه ساعتی درست کنی دو ساعت زیاد آمادگیشو نداشتم. رو اون اساس خود بازار منو جلبم کرد، خود بازار میخواست یه چنین چیزایی که من خودم نمیستم دارم چی کار میکنم، یه چیزی عجیب غریب واسه من درست میکردم. واسه بازار اینا خیلی احتیاج داشتن اون کارا رو، واسه اینکه اون موقعی که من شروع کردم تبلیغات خیلی حالت سنتی بود، دوباره 10-15 سال همش تکراری شده بود. همیشه بازار تبلیغات دنبال یه نفر یه شخصیت هایی هن که بیان یه تکونی بدن، یه چیزای جدید بیارن تو کار. منم خوشبختانه تو اون صف بودم و واسه من خیلی جالب بود. مسلما بعد از 3 سال با فیلم سوپر 8 و یه 16 میل که گفتم با بودجه بسیار کم کار میکردیم، خیلی واسه من جالب بود که یه مرتبه بریم 35 میلیمتری کار کنیم با 60 نفر، هر کسی بیاد اونجا قشنگ حرف با شما صحبت میکنیم، یه خب چی میخواید؟ واسه من چیز خیلی حرفه‌ای و خیلی بهترین دانشگاهی که میتونستم برم همون بود. دنیای جالبی بوده برات. کار توی مارکت خارجی دارم میگم. کار موزیک ویدیو هم انجام دادی؟ والا از اول من چرا 4-5 تا واسه درست کردم، میشه پاریس، نمیدونم واز ناواز، گروهایی بودن که خیلی خوب تک و توک بعضی موقع احتیاج داشتم، منم با اون موزیکایی که من دوست داشتم کار میکردم. ولی کلا رفتم واسه کار تبلیغات به خاطر اینکه یه ذره جدیتر، یه ذره فرهنگ ساختش، چارچوبش به من بیشتر میچسبه. حالتی که مثل که داری فیلم سینمایی درست میکنی ولی زبون تصویری. بله. Euro 2. See what you can do. Hold your breath. Next time might be the last time. Is it now? No.
خسته نباشید. لطفاً واقعاً اینا همونا بود که من از بچه، نه اینکه بگم من بچه بودم تو کار می‌کردی و تو سنت بالا. یعنی اینقدر قدیمیه. نه نه نه. تو حالا تو همین تبلیغات تو با هنرمندا و هنرپیشه‌های بزرگی هم کار کرده بودی. من یادمه برای کدوم تبلیغ بود؟ البته پخشم شد. جانی واکر. جانی واکر با هاروی کایتل کار کرده بودی که یکی از بزرگترین بازیگرای هالیوود هست. بریم یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم در ادامه به مصاحبه در خدمت مهدی عزیز هستیم. خب ما همچنان در خدمت مهدی نوروزیان عزیز هستیم. یه نکته لازم دیدم که اشاره بکنم بهش، برای اینکه برخلاف تصور شما دوستان و علاقه‌مندان عزیز که شاید فکر کنید مهدی نوروزیان یک چهره شناخته شده در صنعت فیلمسازی و تبلیغات خارجیه، نه، اتفاقاً یک چهره شناخته شده برای شما هم هست، شاید نمیدونید. آخرین موزیک ویدیوهای متفاوتی که از گوگوش دیدیم و همینطور ویدیو کلیپی که از ابی و گوگوش وارد مارکت یا در واقع بازار موسیقی کشورمون شد از شاهکارهای مهدی نوروزیان عزیز بود. شما لطف دارید. ممنون. یه تیکه هایی از این موزیک ویدیوها رو با هم ببینیم. نشینیم در ایوان من و تو، نمیدونی نمیدونی تو که حال منو نمیدونی، نمیمونی نمیمونی عاشق میشی اما نمیمونی، بذار تا نقطه یه پایان میگیره مثل عشقی میشینه روی گونه، چرای این دفتر توی نستالژی جا موندی به زیر خاک و خاکستر، به دنیا اومدیم اما ما این دنیا رو نشناختیم، چه میموندیم چه میرفتیم به هم بازی رو میباختیم. واقعا به نظر من توی تمام موزیک ویدیوهای ایرانی که ساخته شده این موزیک ویدیوها یک چیز دیگه است. مرسی، ممنونم. واقعا چجوری شد پیشنهاد این کار بهت داده شد؟ اصلا چجوری کار کردی باشون؟ ایده ها، ایده پردازیش، اینا همه چجوری شکل گرفت؟ بالا برای گوگوش جان به من تماس گرفتن، گفتن که اگه مایلی گوگوش یه آلبوم جدید داره میاره بیرون و اگه میتونین برنامه رو جور بکنین که فیلم برداری بکنیم. منم خودش گفتم من زیاد تو این همه سال که کار کردم بیشتر کار تبلیغات بود و کار میوزیک ویدیو زیاد تو برنامهش ندادم، ولی خب گوگوش تاریخ زندگی منه، یعنی اصلا نمیشه، اصلا حرفی توش نبود که باید انجام میشه، حالا بوجی بود نبود، حالا اون موضوع نبود و کلن میخواستن سه تا از اون اول میخواستن سه تا فیلم درست بکنن راجع به سه تا آهنگای مختلف و خب من کارم، یعنی بزرگترین اشکالی که من داشتم چجوری باید اینا رو از نظر تصویری کجا فیلم برداری بشه به بودجه بخوره، اینا کار شوخی نبود. به نظر من نتیجه کار، حالا هر کسی دوست داشت یا نداشت، اشکالی بود آخرش سنگین بود، یعنی خوب در اومد. حالا میگم به نظر منم شما لطف دارید، ممنونم. من کارشناس نیستم ولی من دوست داشتم و مطمئنا خیلی های دیگه هم دوست داشتم. حالا جدا از این
قضايا که تقریبا میشه گفت از هر زمینه کار فیلمسازی بگیم تو دستی توش داشتی. یک پروژه جدیدی هم مثل این که داری روش یه فعالیت هایی میکنی، یکم هم راجع به اون بگو. بذار من حرفی نزنم، خودت بگی. دو سال پیش من تصمیم گرفتم که دوباره برگردم دوباره به همون کار، شروع کنیم فیلمسازی. و یک گروه ایده هایی که تو کلم بود نزدیک چندین سال دیگه اینو خودم گذاشتم رو میز، گفتم آقا دنبال این خواهیم رفت. دو تاش خوشبختانه داره میره جلو. یه فیلم بسیار کوچیک، به قول این انگلیسی ها ایندیپندنت، زیاد بودجه زیادی نخواهد احتیاج داشت، ولی تو ایرلند و تو لندن خواهد فیلم برداری شد. و یه دونه درست برعکس اون، یه فیلم بسیار بزرگیه با بودجه متاسفانه خیلی بزرگ احتیاج داره، که به خاطر سوژه‌اش، یعنی سوژه‌ای نیستش که مثلا خب اینو یه جوری درستش بکنیم. سوژه‌اش هم خدایش کلا راجع به یه فیلم سینمایی در سطح مثلا کاری که ریدلی اسکات میکنه، راجع به کوروش، راجع به زندگی کوروش، راجع به کارهای کوروش، راجع به جنگ و زندگی و مرد و چه مردی بود، چه تاریخ ایران و کوروش. کاملا کاملا من واسه من عجیبه، من دو سال راجع به کوروش میخونم، با کسایی که واقعا حرفه‌این تو این موضوع صحبت میکنم، و این تاریخچه رو به هر صورت آخر این داستان رو به این بزرگی رو رسونیم تا اینقدر که میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم که توی فیلم جاش بدیم. کاملا مثلا نمیشه، به چنین اندازه یک فیلم یک ساعت و نیم همه چی رو بخواد توش بکنیم. به هر صورت این تصمیم گرفتن یه ذره طول کشید که کدوم قسمت زندگیشه، ولی هنوز که هنوز من با یونیورسال استودیو من قرار داشتم، رفته بودم بهشون بگم که من دارم دنبال چنین چیزاییم و اگه دوست داریم با هم کار میکنیم، بودجه میکنیم، فلان هرچی. و اینا دهنشون وامونده بود که چطور وقتی من راجع به کوروش صحبت میکردم، راجع به بعضی داستانش صحبت میکردم، چطور امکان داره تو این موقعیت که فیلمسازی تلویزیون اینقدر برو داره، هنوز راجع به کوروش یا تاریخ ایران در موقعیتی که خودمون میگیم سینمای بین المللی چرا ساخته نشده. واسه اینکه اگر از نظر عشق و عاشقی نگاه کنین طبق معمولی، اگر نظر تاریخی فقط نگاه کنین خب چیز جالبی، اگر نظر هیجان نمیدونم با اکشن بودن، اکشن موندن کاملا 100% مونده بود. چرا این موضوع که کسی دست کسی نبوده، من نمیدونم سیاستش رو، نمیدونم چرا نشده، ولی من وظیفه‌ام میدونم که اینو یه جوری راه بندازم. خوشبختانه تقریبا داریم میرسیم دیگه، مرحله آخرش داره، با سرمایه‌گذارا داریم صحبت میکنیم. واسه اینکه میگم شوخی نیست، با مقایسه میکنیم با بودجه های مثلا لس آنجلس یا که وارنر برادرز، یونیورسال، اینا نیست. بازم من کلا سعیم این بود که یک جوری بتونیم از نظر اقتصادی اینو یه جوری ببرم جلو که دست خودمون باشه، که وقتی درست شد میتونیم نشونشون بدیم. انشالله که واقعا به نظر من کار بزرگی و امیدوارم که سعیمون باشه موفق باشه. من مطمئنم با سوابق کاری که داره، دیدی که داره، شناختی که داره، اطلاعات و دانشی که داره، میتونین کار رو به بهترین نحو انجام بده. ما با مهمونامون در انتهای مصاحبه یه بازی میکنیم، شما میتونی از بین بازی ها خودت انتخاب کنی. فوتبال دستی داریم، هاکی داریم، بیلیارد داریم، بسکتبال داریم، دیگه خدمت رو عرض بکنم که بازی اعصاب و روان داریم. شما با شما باید بازی کنیم؟ بله. کدومش خوب نیستیم؟ حالا فوتبال دستی رو خیلی وقت بازی نکردم. آه هم تو همون بازی میکنیم. خیلی بریم پس فوتبال دستی رو با هم بازی. رسیدیم به بخش در واقع بازی برنامه. عرضم به خدمتتون که دلیل اینکه ما مدت‌ها اینو بازی نکرده بودیم، فکر می‌کنم دلیل کاملا خودخواهانه‌ای داشته. من به علت اینکه تمام مدت رو پلی استیشن در حال فوتبال بازی کردنم، دیگه این پلی استیشن قدیمی رو، در واقع این فوتبال قدیمی رو، یعنی این تو جیب نمیره. این نه تو جیب میره، نمیتونی جایش ببری. منم واقعا
اینو فقط باید با نسل قدیمی ها بازی کنیم. بله کاملا. خدمت شما. خوشبختانه از این جهت من فکر کنم یه ذره ممکنه بهتر بتونم بازی کنم. امیدوارم که اینطور نباشه. شما با پلی استیشن بازی می‌کردیم، ما با اینا بازی می‌کردیم. ما در واقع انتخاب رنگ‌هام تیم استقلال هست و سپاهان. اصلا متاسفانه من پسرم اینو ببینه خیلی از من ناراحت میشه واسه اینکه این تیم چلسیه. من باید بازی بکنم که میبره. خب. ولی تیم چه گفتی؟ زرد تیم زرده. زرد به زرد. دورتمونده بچه ها گفتن دورتمونده رنگ زرده رنگ زرد آماده دارین آقا آمادگیشو دارین من آمادگیشو ناراحت که نمیشین از که خیلی اوضاع خرابه برو بریم اجازه بدیم بچه ها میپرسن چند تایی چهارتایی آقا چهارتایی نه خیر آقا این پلی استیشن نیست این این آه خودت چرا میدی؟ آ ببخشید. کارتایی ها یه دونه خوردیم فعلا. همین الان میتونی باز قطع کنی بازی رو. نه 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 آره هر میخوای بشی من بگو. آقا این شانسی بود. شانسی بود خواهش میکنم. تو بون توه و حالا مزی و حالا. حاضر؟ حاضر برو. ای بابا خیلی ساده بود من عوض میخوام یعنی واقعا چوله ای هم من چه خشم میسید جلو خودش استقلالیه دیگه خطرناکی الان به ازداد بودی اینجا الان کلاشو برداشتیم خفرم واقعا این خب این سومیش اومد نه سومیه سومی آخری شهرام شفره به من یه چیزی یاد داد بیارش نه اونو بدیم رفت اون زیر توپ رفت توی استادیوم آزادی تو این حرکت میگم ببین خیلی برزیلیش کردی آره این در واقع یک تکنیکی بود که من از شهرام شفره یاد گرفته بودم ولی بسی که بلد نبودم ولی اون یه ضرب زد تو گل نه اتفاقا خیلی قشنگ بود شما بیا یه دونه بیا اجازه بدید یواش نه شفره پنج تایی پنج تایی پنج تایی این خیلی ناجوان مردانه آفرین من همیشه موفق باشم اشکال نداره خیلی خوب باختیم به مهمون برنامه به خاطر اینکه دود از کنده بلند میشه اونم چه کنده ای سیاستی داری تو ماشاءالله برنامه توی دیگه من این نیست آره دمت گرم مهدی جون خیلی لطف کردی قربونت برم مرسی مهدی افتخار کردم مست واقعا افتخار داد و ما هم کلی حال کردیم قربونت با ما هم برم مرسی این بخش داب اسمش که ما اضافه کردیم در برنامه رو دوستان صدها ویدیو برای ما فرستادن اما متاسفانه ویدیوهایی که میفرستن به صورت دایرکت مسیج میفرستن و هیچ کاریش نمیشه کرد و متاسفانه از دستم میره محبت بکنید این ویدیوها رو توی صفحه های خودتون پست بفرمایید صفحه خودتون رو هم باز بذارید چون اگر پرایوت یا بسته باشه هیچ کاریش نمیشه کرد دوباره مجددن هشتگ چندشنبه هشتگ چندشنبه هشتگ چندشنبه بذارید زیرش اصلا نمیخواد هیچ کاری دیگه بکنید خودش اتوماتیک میرسه به دست بچه‌ها و بچه‌ها دانلودش میکنن توی برنامه پخشش میکنیم وگرنه با دایرکت فرستادنش فقط ویدیوها رو حروم میکنیم فقط دل بچه‌ها میسوزه و من و بقیه دوستانی که قراره منو ببینن یه چند تا ویدیو آماده کردیم با هم ببینیم سلام من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چندشنبه در خدمت شما دوستان و علاقه‌مندان واسه همین میخوام درس بخونم و واسه خودم یه کسی بشم که بعدن پسری مثل تو پیدا نشه بهم دستور بده و با وقارت تمام و خالصیت جهان ایرانی بودنتون ایرانی بودن خودتون رو به همه ثابت کنید
عاشقم باید بباره، بذاریم برم و با وقارت تمام و خالصیت جهان ایرانی بودنتون رو خودتون رو و همه ثابت کنید. ما کلن تو نخش بودیم، آره نماش بیدنده نیومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین آب نخوردیم. همه گفتن نخورده، شما بگید نخورده. رسیدیم به بخش نتورک جهات برنامه این هفته که شما زحمت کشیم هفته گذشته برای ما مهیاش کردیم و ما قراره که این هفته براتون بخونیمش. آماده این؟ من نه. سرور گفته که توپور چیست؟ همون گامبوی خودمونه که نمیخواد با واقعیت کنار بیاد. افشین گفته قابل توجه دخترایی که از حجم بالای درخواست دوستی خسته شدن. عزیزم عکس واقعی تو بذار راحت کن خودت. اولین واکنش خانم‌ها بعد از فوت یکی از اقوام. خوب شد دیروز موهامو رنگ کرده بودم. معصومه گفته یکی از دوستام همیشه آنلاینه، فکر کنم پشت گوشی مرده. حسین میگه که اون کسی که کلمه خاله و عمه رو توی زبان انگلیسی یکسان قرار داد، چون بهش میگن آنت، هم خاله هم عمه، قطعا خودش یک عمه باهوش بوده. میترا گفته که یه حرفی رو الان بهتون میزنم، 7 ماه دیگه بهش میرسین، سال نو مبارک. نوشین گفته میگن پراید خطرناکترین ماشین جهانه، حالا فکر کن یه دخترم بشینه پشت فرمون، دیگه مصیبت اونجاست که در حال آموزش هم باشه، فاجعه اونجاست که مربیش هم خانم باشه. به خدا الان که دارم این پستو میذارم دستم داره میلرزه، موهای تنم سیخ شده. سحر گفته که مورد داشتیم پسرم اونقدر رفته خونه دوست دخترش، اهالی ساختمون به عنوان مدیر ساختمون انتخابش کردن. زهرا گفته فقط در زبان فارسیه که میشه 19 تا فعل رو کنار هم گفت، داشتم میرفتم دیدم گرفته نشسته، گفتم بذار بپرسم ببینم میاد نمیاد، دیدم میگه نمیخوام بیام، بذار برم بگیرم بخوابم. نه فاعلی نه مفعولی نه قیدی نه صفتی، یکی بخواد اینو به انگلیسی ترجمه کنه ربات پاره میکنه. بیا تو سینا گفته که دیشب به بابام گفتم بابا خیلی دوستت دارم، دستشو گذاشتشونم گفت بیا دوست معمولی باشیم پول ندارم. منو نمیگه، یه سینای دیگه است. رومینا گفته که شما یادتون نمیاد یه زمانی میرفتی خواستگاری جواب نمیدادن. میلاد گفته رفتم در خونه میگم پماد ضد خارش داری، یا روز لب گفت جوانای این مملکت رو ببین حتی حال ندارن خودتون رو بخارونن. MTHJ66 نوشته که دیشب خواب دیدم داروی بدنسازی پسرها تحریم شده، خواب بدی بود، شهر پر شده بود از مارمولک. دفعه آخرتون باشه آرایش دختر مسخره میکنی. بده من این فکر کنم از اون اسمایی بود که تو باید میخوندی. ابول 3068 گفته خانم پشت فرمون بود، چراغ سبز شد نرفت، زرد شد نرفت، قرمز شد نرفت، افسر اومد گفت خانم همین سه رنگو داری، پسندتون نبود. پشت هر مرغ سوخته یه خانواده است که نشسته چند شنبه نگاه میکنه، خدا ازتون نگذره. پشت زردشتی گفته که سوار تاکسی شده بودم، راننده با ماشین پشتی دعوا شد، گفت ببین داداش من اینجا وایسادم و وای خواهم ساد، میفهمی وای خواهد ساد. حیف فردوسی که خواست از ادبیات فارسی حمایت کنه، من که پیاده شدم اما اون همچنان وای خواهد ساده بود. متین گفته شما یادتون نمیاد یه زمانی که میرفتیم مهمونی برای اینکه نشون بریم با شخصیتیم نباید موز برمی‌داشتیم. ماهک گفت ساعت 3 صبح به رفیقم پیام دادم خوش به حالت که خوابی، جواب داد ممنون. امپور گفته که کدام جاندار است که نه خودش به جفتش توجه میکنه نه اجازه میده دیگران به جفتش توجه کنن، به نام خدا زن ایرانی. خجالت بکشین اینقدر پشت خانم ها حرف نزنین. بیا دو تا دیگه بخون تموم کنیم این بخشو. این از اون اسمش که تو باید میخوندی. پارمیده نوشته که نمیدونم چرا هر وقت پارمیده یکی انوشا بود اسمش، گفته که نمیدونم چرا هر وقت پدال مازراتیمو فشار میدم پام از زیر پتو میزنه بیرون. موشی نوشته یارو بچه‌ش میگه روزای هفته رو بگو ببینم بلدی، میگه یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، چند شنبه با سینا. فکر میکنم این جوکای چند شنبه ای برای آیفونه نه برای من. خدمتتون. فراز
نوشته که طرف ریش پروفسوری میذاره بزنش، میگه تا نتراشیدمش هر سوالی داری بپرس. پیام میگه که سعی کنید تو مسائلی که به خودتون مربوطه دخالت نکنید، فامیلا هستن زحمت چه میکشن. اینم آخرین جوک. غزال گفته که اعترافات یک زن: دیشب اینترنت قطع بود، کلی کار کردم، بعدش ظرفا رو شستم، خونه رو جارو کردم، غذا پختم، دیگه کم کم داشتم به شوهرم علاقمند میشدم که اینترنت دست شد. دستتون درد نکنه. تو با چوب درام به حریم خصوصی خدمتتون عرض بکنم که به حریم خصوصی ما خدمتتون عرض بکنم. به پایان برنامه این هفته رسیدیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان و علاقمندانی که میخوان در قرعه کشی آیفون ماه شهریور ماه اسمشون بره توی لیست، محبت بکنن لینک یوتیوب برنامه رو از روی صفحه فیسبوک فارسیوان شیر بکنن، لایک بزنن، جواب سوال رو هم بدن. از روی صفحه اینستاگرام بنده عکس برنامه رو مربوط به برنامه رو لایک بزنن، جواب سوال رو بدن، یکی از دوستانشون رو هم تگ یا منشن بکنن که همون علامت ادساین بعد آیدی دوستشون یا حالا هر کدوم از نزدیکانشون هست رو بعد بنویسن که اسمشون بره توی لیست قرعه کشی، یا از طریق توییتر میتونن ریتوییت بکنن، فیوریت بکنن و جواب مسابقه رو بدن. همین، اسمتون میره توی لیست قرعه کشی تا ببینیم این ماه کی برنده آیفون میشه. تا برنامه بعدی، قربان شما. کسی نمیتونه منو اینجا نگه داره، هفته دیگه فرار میکنم.